تلویزیون الجزیره گزارش داد در تهاجم نیروهای عشایر علیه مراکز نیروهای دولتی در روستاهای جنوب شرقی فلوجه 13 تن از نظامیان مالکی کشته و 42 تن مجروح شدند. نیروهای عشایر گفتند 5 خودرو از نظامیان مالکی از جمله 3 نفر بر راه منهدم و به آتش کشیدند و به سلاح‌ها و مهمات آن دست یافتند. تلویزیون الجزیره در گزارش دیگری گفت نیروهای عشایر در منطقه آلبو عبید در جزیره رمادی 3 خودروی نظامیان مالکی را منهدم کردند. در گرمه در شمال شرق فلوجه نیز نیروهای عشایر گفتند مقر نظامیان مالکی را با گلوله خمپاره 120 میلیمتری خمپاره باران کردند. به گزارش تلویزیون التغییر، ایمان الموسوی نماینده پارلمان عراق از فراکسیون پارلمانی احرار وابسته به صدر گفت نقشه نور مالکی برای دور سوم نخست وزیری کشور عراق را به پرتگاه می کشاند. وی گفت دور سوم نخست وزیری مالکی یک فاجعه برای مردم است. سیاست مالکی یک سیاست غیر میهن پرستانه و بی‌ثباتی است و او باعث و بانی اصلی در بسیاری از مشکلاتی است که مردم از آن رنج می برند. بنا به گزارش تلویزیون‌های عراق از جمله التغییر، بغدادیه و رافدین، شهرهای بغداد، بابل، الاماره، ناصریه شاهد تظاهرات‌های علیه فساد و بیکاری در حاکمیت مالکی بودند. به گزارش تلویزیون رافدین، صدها تن از عراقیان از استان بغداد دست به تظاهرات زدند و خواهان مبارزه با فساد گردیدند. منابع مطلع گفتند که نیروهای پلیس از رسیدن تظاهرکنندگان به میدان فردوس جلوگیری کردند. یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات گفت ما برای تظاهرات آمده ایم و اگر خواسته های من برآورده نشود دست به تظاهرات دیگری خواهیم زد و اگر باز هم خواسته های من برآورده نشد شب انتخابات تحسن می کنیم. یک شهروند دیگر شرکت کننده در تظاهرات گفت مردم عراق نابود شدند. مردم درآمدی ندارند و فقیر هستند. بیش از 5 میلیون بیوه وجود دارد. یک شهروند دیگر گفت من فقط یک چیز میگویم. کرسی‌های شما از چوب است و مردم آتش شدند. حواستان را جمع کنید. کرسی‌هایتان آتش میگیرد. یکی دیگر از تظاهرکنندگان گفت در این تظاهرات من میگویم مرگ با عزت بهتر از زندگی در ذلت است. تلویزیون التغییر گزارش داد فیلم‌هایی بر روی اینترنت گذاشته شده که نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگانی که خواستار سرنگونی دولت و لغو قانون بازنشستگی هستند شلیک می‌کنند.